بعد از خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانی بود که همه میگفتن با امضای پیمان امنیتی با آمریکا اوضاع بهبود پیدا میکنه و ما شاهد استقرار امنیت در ابعاد وسیع در افغانستان خواهیم بود و همچنین برای مدتی طولانی همه سرنوشت سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان گروگان نتایج انتخابات بود و همه پیشبینی میکردن که با اعلام نتایج نهایی انتخابات و تشکیل حکومت ما شاهد تحولات مثبتی در حوزه‌های مختلف حیات سیاسی، اقتصادی، امنیتی افغانستان خواهیم بود. این دو اتفاق افتاد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. هم انتخابات به نهایت خودش رسید و هم پیمان امنیتی با آمریکا امضا شد. فعلا آنچه گروگان در واقع به صورت گروگان گرفته شده افغانستان یه است که همه چیز واگذار شده به تشکیل کابینه و توافق سران حکومت وحدت ملی بر سر پست‌های کلیدی و غیر کلیدی. با سلام به شما در این بعد از خبر، با استفاده از دیدگاه های جناب لیاقت علی امینی به بحث کابینه میپردازیم و تأخیرهای فرساینده ای که در این خصوص مرتب و مکرر صورت میگیره. خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شما و همچنین بیننده های تلویزیون تمدن. آنچه در مورد کابینه گفته میشه جناب آقای امینی است که تعداد طرف های مدعی سهم در قدرت تعدادشون افزایش یافته. پیش از این صرفا آقای اشرف غنی احمد زای بنیاد جمهور و آقای عبدالله به عنوان رئیس اجرایی بود، اما فعلا گفته میشه که این در واقع مدعیان سهم خواهی در قدرت به چهار گروه یا جناح تقسیم شدن: آقای اشرف غنی اطرافیانش، عبدالله و اطرافیانش و جنرال دوستم و آقای دانش و همچنین احمد ضیا مسعود، اینا هم در یک طیف هستن و آقای محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی هم در طیف دیگر و در جناح دیگر. شما در این مورد چه اطلاعاتی دارید؟ من به نظرم که یک مشکل تازه نیست، مشکلی هست که از گذشته ها هم وجود داشت. یعنی میشه تأخیر معرفی و تشکیل کابینه را معلول چند علت و عامل دانست. بله. خب یکی از علت ها میتونه اختلافات درون تیمی باشه که از گذشته ها جریان داشت و هر دو تیم سهامدار حکومت در بین خود اینا اختلافات جدی داشتن و هر کدامش مدعی ازی بودن که در دوران کمپین انتخاباتی ما تلاش های بسیار زیاد کردیم، قول و قرارهایی داشتیم بر اساس از او یک سهمیه به ما داده شود. خوی سهمی هم سهمی کمی نبوده، هر کدامش وزارتخانه کلیدی و جای حساس دولتی و حکومتی را میخواین. یک اختلافاتی که در درون هر دو تیم وجود داره. اختلافات بعدی اختلافات است که بین هر دو رهبری هر دو تیم وجود داره. به اصطلاح مرقم که بسیار خوب تلخیص کردن دو تیم عین مغین. بله. که این هم روی چند موضوع اختلافات بسیار جدی دارند، روی اشخاص و چرا اختلافات دارند، روی وزارتخانه ها و پست های دولتی اختلافات نظر بین از نو وجود دارد و بعضی اختلافات سیاسی دیگه هم خارج از چوکات هم بین از نو وجود دارد. مثلا در قسمت اشخاص و افراد، اگر یک شخص یا چند چهره مورد حمایت مثلا تیم عین باشد، ممکنه او از نظر تیم عین مردود باشد. و همچنین بالعکسش. خود یک مشکل است و هر دو تیم و رهبری هر دو تیم تلاش میکنه که افراد مورد نظر خود در کابینه حکومت وحدت ملی معرفی بکنه. و غیر از این مسئله، موضوع دیگه ای که هست ایسته که مثلا تیم آقای اشرف غنی به حیث رئیس جمهور، که خودشان رئیس جمهور هست، چون نظام تانوز نظام ریاستی هست، اونا خواهان ازی هست که باید اعضای کابینه در کل باید کسانی باشه که اطاعت
بر اساس اونمو مفاد نظام سیاستی رو داشته باشه. و از طرف دیگه خب آقای عبدالله خود را به اصطلاح گرچه رئیس اجرایی هست، اما در واقع خود را صدر اعظم از مملکت و کشور قلمداد میکنه. به این خاطر او خواهان عزیزه که اینا باید تحت نظر ما و بیشتر مورد نظر ما باشه. خب غیر از این مسئله همونطور که عرض کردیم یک سلسله اختلافات سیاسی بین از وجود داره. خب مشکلی از اینا هیچ کدام از حد پست های کلیدی و وزارت خانه های حساس و کلیدی پایین تر نمی آین. یعنی همه این چهار گروهی که من خدمت شما عرض کردم در مقدمه بگونی، همه اینا مدعی تصاحب پست های کلیدی هستن. یک چون این چیزی از نظر شما چقدر ممکن است؟ یعنی ما اصلا در افغانستان چقدر پست کلیدی داریم در کابینه که به همه بتونن برسه و همه را راضی بسازه؟ خب یکی از موارد اختلافی هم رقم کرد کردیم همین مسئله است. مثلا پست های حساس یا پست های کلیدی دولتی که هست مورد اختلاف هست. هر کدومش تلاش میکنه که اشخاص و افراد مورد نظر خودش در پست های حساس بیشتر در بخش سکتور امنیت و سکتور اقتصاد، هر دو تیم تلاش میکنه که بیشترین نفوذ باید خود از در این دو سکتور مقصد داشته باشد. لذا این یک از موارد اختلافی بین هر دو تیم هست. بعضی هم بحث میانجیگری خارجی ها رو مطرح میکنن، برای اینکه احتمالاً که بخش از تحلیلگران دیگه دارن مایوس میشن از به نتیجه رسیدن طرف های درگیر بر سر تقسیم قدرت در افغانستان، و پیشنهاد میکنن که باز هم همچنان که ما در بحث نتایج انتخابات میانجیگری خارجی رو داشتیم که یک نتیجه متاسفانه بسیار شرم‌آور حاصل شد، بر سر تقسیم قدرت و پست های وزارت خانه ها هم باز هم کسی مثل جان کری یا کسی دیگه از خارجی ها به دخالت و میانجیگری بکنه تا ما به نتیجه برسیم و از این بنبست عبور بکنیم. چقدر موافق هستید شما؟ خب وعده هایی که رهبران هر دو تیم در اوایل و حتی در روز مراسم تحلیف نداشتند این بود که وقت و زمان برای تمام اصلاحات و تمام برنامه‌ای که داشتن اینا تعیین کردن. مثلا کابل بانک از کی تا کی اینا باید به مشکلاتش رسیدگی شد و دوسیهشان به خاتمه پیدا بکنه. زندان ها همینطور مثلا کابینه تا ظرف 45 روز باید معرفی شد به پارلمان و همینطور بخش های دیگره. اصلاحاتی که در بخش های مختلف در نظر داشتن در قسمت کمیسیونی انتخابات و اون جاهای دیگه. خب اما تنها موردی که نه واقعا عملی کردن همو امضای پیمان امنیتی بود. در اولین روز کاریشان اینا حاضر شدن هر دو تیم که این پیمان امضا بکنن، اما دیگه وعده هایی را که در یک ظرفیت خاص زمانی اینا تعیین کرده بودن هیچ کدامش در اون ظرفیت تحقق پیدا نکرد. مثلا جمله کابینه حالا 45 روزش نزدیک به 3 ماه هست که همچنان جنجالایشان دوام داره. خب اگر آقای رئیس جمهور هم گفته بود که در 100 روز اول یک گزارش مفصل از کارکردهای خودش به مردم میده. بله بله. که تا هنوز هم هیچ چیزی نیست. 100 روز هم دیگه داره تمام میشه و چیز هم برای گزارش دادن نیست. بله. من میخوام همین رو بگویم که بله. اگر احیانا و اینا در روزهای نزدیک به نتیجه نرسن، اما رقم که پارلمان افغانستان هم التیماتوم به اینا داد، اخطار داد که اگر تا یک هفته دیگره اینا اعضای کابینه خود به پارلمان معرفی نکنه، ممکنه خب ما یک موضع دیگه داشته باشیم. خب اگر اینا به توافق نرسن، ممکنه پارلمان افغانستان هم چنانچه مشخص هست اینا نتانن یک اقدامات جدی در زمینه انجام بدن، ولی ناچارن مثل همون رقمی که شما اشاره کردین در زمان انتخابات نیاز به یک میانجیگری پیدا خواهد شد که از خارج بیای باز هم وزرا را برای از این حکومت تعیین بکنه و تایید بکنه و فشار بیارن که این موضوع حل شد. بر فرض که این کابینه با همین شرایط با همین وضعیتی که فعلا جریان داره تشکیل شود و توافق شود بر سر کابینه، حتی با میانجیگری خارجی، فکر میکنین که با توجه به اختلافاتی که تا این حد عمیق است و فاصله هایی که این همه دور است و دور ساخته جریان ها و نهادهای دخیل در قدرت را، ما چقدر میتونیم امیدوار باشیم به کارکرد کابینه ای که محصول یک چنین حکومت و دولتی هست، به ویژه این که
تجربیاتی که ما داریم از همچنان که ما در مقدمه عرض کردم امضای پیمان امنیتی و اعلام نتیجه انتخابات که این دوتا با معنای واقعی کلمه افغانستان گروگان گرفته بودن و بعد از اینکه هم پیمان امضا شد و هم نتایج انتخابات اعلام شد اتفاق خاصی نیفتاد. فکر میکنین با تشکیل کابینه چه اتفاقی قرار است بیفته در افغانستان؟ ببینید که متاسفانه افغانستان در یک شرایط خاص و حساس سیاسی و تاریخی خود قرار دارد. خب امو رقم که موضوع انتخابات که واقعا یک پروسه ملی و مردمی و دموکراتیک بود باید به صورت طبیعی به نتیجه میرسید، اما متاسفانه به صورت طبیعی به نتیجه نرسید و همی دخالت کشورهای بیرونی و میانجیگری از اونا بود که سبب شد که حداقل یک حکومت توافقی که الان نامش وحدت ملی گذاشتند به وجود بیاید. ما فکر میکنیم که افغانستان در شرایطی است که فعلا یکی از جنجال‌هایی که شاید سبب تأخیر معرفی کابینه و تشکیل کابینه میشه خواسته ها و مطالبات بعضی کشورهای بیرونی هست از کی باید وزیر باشه و کی نباشه، کدام چهره مورد تاییدش است کدام چهره مورد تایید نیست. یک موضوع چی هست واقعی است که در افغانستان متاسفانه هم در گذشته هم چیزی بوده و عالم هم چیزی هست. مسئله دیگه ای که بسیار مهم است و اویست که مردم افغانستان با می تحولی که وحدت ملی تشکیل شد پیش آمد بسیار به خوبی استقبال کردند، اما متاسفانه ای که ای وعده ها جامعه عمل نمی پوشانه از طرف دولت مردان افغانستان و رهبران هر دو تیم، مردم روز به روز مایوس میشه، ناامید میشه. امروز دیگه مردم و دیدگاه سه ماه پیش یا دو ماه پیش راجع به حکومت وحدت ملی نداره. در اوایل حرکت های بسیار خوبی انجام شد، اقدامات راجع به کابل بانک شد که مردم بسیار استقبال کردن، یعنی مبارزه با فساد اداری در افغانستان آغاز شده. موضوع کمیسیون انتخابات مطرح شد و مردم امیدوار شدند که دیگه یک تضمینی برای آرای مردم در آینده به وجود خواهد آمد و همچنین اصلاحات در بخش‌های مختلف و این شعار داده شد که کابینه بعدی حکومت وحدت ملی که کابینه تشکیل میشه یک کابینه متخصص هست و فراگیر هست. اما متاسفانه همیشه چیزی تانوز در قالب شعار باقی مانده و مکانیزمی که فعلا برای معرفی افراد بحث نامزد وزیر موجود داره این نمیتونه به صورت چیزی فراگیر باشد، برای از اینکه هر دو تیم فعلا تلاش میکنه که افراد خاص خود را، افراد مورد نظر خود را در کابینه معرفی بکنه و تازه سر از این نتانستن به توافق برسه. اگر یعنی به توافق برسه که ما امیدواریم که در روزهای آینده روی چند چهره شاید اینا به توافق برسن، هم باز هم اون شعارهایی که داده بودن اون شعارها دیگه تحقق پیدا نمیکنه، عملی نمیشه به خاطری که فراگیر نیست و شاید تعریفی که هر دو تیم از تخصص داره همی باشه که این متخصص کسایی که در همین تیم ما هست باید. متخصص کسایی که در این تیم ما هست. خب در حالی که حکومت وحدت ملی بر اساس عموم موافقه یک صورت گرفت، شعارهایی که داده شد، باید یک حکومت متخصص متعهد فراگیر باشد و خارج از دایره از این دو تیم باید چهرهایی که واقعا متعهد است و تخصص داره، توانایی و تعهد داره، اینا باید از طریق از نام معرفی شود و یک مکانیزم در بین در نظر گرفته شود که حداقل مردم امیدوار شوند که بله و شعارهایی که میدادن در رابطه با فراگیری حکومت وحدت ملی اونمو باید تحقق پیدا کنه. خب فعلا ما متاسفانه با فراگیری یأس و ناامیدی عمومی نسبت به کابینه و حکومت مواجه هستیم به جای فراگیری وعده هایی که داده بودن. شما به خواست ها و دخالت های خارجی ها اشاره کردین که کسانی یا کشورهایی سعی میکنن مهره های خاصی در بعضی از پست ها گماشته شوند. با این وضعیت فکر میکنین ما به لحاظ کاری و مدیریتی با چی بحران هایی در آینده مواجه خواهیم بود؟ چنانچه ما در 13 سال گذشته می تجربه تلخ و زهرناک را داریم که با دخالت خارجی ها و جابجایی مهره ها و چهره های مورد نظر اونا ما به لحاظ مدیریتی بسیار آسیب دیدیم. فعلا هم اگر چنین چیزی که قطعا وجود داره بحث کارایی و در واقع تاثیرگذاری حکومت و خدمات رسانیش در بخش های مختلف را چگونه میشه بهش امیدوار بود یا دل بست به اینکه به هر حال حکومت میتونه کار انجام بده در آینده؟
خب این موضوع برمیگرده واقعا به حکومت وحدت ملی و به مدیریت از این حکومت که با همه جنجال هایی که تانوز وجود داشته اینا میتونن در آینده یک کابینه و یا یک ساختار حکومتی و اداری قابل قبول برای مردم افغانستان ایجاد بکنه که در او اونمون معیارهایی که خود از نظر داشتن، موضوع تخصص، موضوع تعهد، تقوا، تجربه خوب و شهرت نیک و کارایی، اگر با این معیارها حد اقلش 80% از ادارات افغانستان با این چهره تکمیل شود، ما فکر میکنیم که آینده افغانستان میتونه یک آینده خوب باشد. اگر اینا نتانند امی اختلافات و این کشمکش ها باشه که خود نظامی باعث ضعف نظامی حکومت شده تانوز و میشه، ای بیشتر زمینه دخالت و نفوذ کشورهای بیرونی را مساعد میسازه. وقتی که اونا این زمینه مساعد شد، بدون شک اونمو چیزی که ما در 13 سال تجربه کردیم باز هم در 5 سال دیگه شاید اونمو خواهد. سپاسگزار هستیم، فرصتمون کاملا تمام هست، استفاده کردیم از خدمت شما جناب آقای لیاقت علی امینی تحلیلگر سیاسی، و سپاسگزاری میکنیم از حضور و همراهی شما بینندگان عزیز و مهربان همیشگی برنامه بعد از خبر. خدا نگهدار. خیلی